هنوز تموم نشده؟ تمومه دایی، دیگه میتونی بری. برو به سلامت. عجب. ساعت چنده؟ نزدیک 3. من بیدار شدم، صابونه خوردم، قدم زدم، حتی با عربای تو هتل دوست شدم، ولی تو هنوز خوابیدی. بابا من تا حالا تو عمرم اینقدر با آرامش بیدار نشده بودم. تو با من چی کار کردی؟ کاری نکردم. خب اگه نزدیک صبح بخوابی اینجوری میشه دیگه. یه کمم مست بودی. از رو خوشحالیه. خوشحالی؟ من از خوشحالی نتونم بخوابم، اون وقت تو تا لنگ ظهر بخواب. اه؟ پس تو هم خوشحالی؟ آره. داداش اگه به خاطر اینکه دیر کرده سر رو نسته چی؟ وای میسه حتما قبل از مرز شکمشو پارو میکنه. ترجیح میده تو بلغارستان اونم نصف شب حتی یه بارم وای نسته. زود باشه. راهنما زده میخواد بره تو پارکینگ. امره میدونی اگه یارو قبل از تموم شدن کارمون برگرده چی کار باید بکنی دیگه؟ آه.
تلفنتو بده. امره کار ما تمومه، ما تو ماشینیم، بیا. میخوای یه اسمس هم به دریا بده. دیگه بیشتر از این زمان رو دست نده. خدا میدونه اون دختر برای اینکه اون بیچرف رو سر بدونه به چه حالی افتاده. تو مگه دیوونه شدی پسر؟ مگه حال روز مردکه رو ندیدی؟ واسه دریا داره له له میزنه. امروز فرداست که خواستگاریش هم بیاد. ببین کی بهت گفتم. بابا نگران نباش، دریا طوریش نمیشه. ولی فردا صبح نهاد حسابی تو درد سر میفته. بره به درک مردکه اشتا. تمومه؟ آره بیا بریم. بیا. یعنی چی که پولا تقلبی بودن ها؟ آدممون تو بلغارستان گفت بسته ها بدون مهر رفتن. بابا مگه نهاد بسته ها رو بدون این که مهر موم کنه میفرسته؟ حتما یارو راننده کاری کرده. ولی حقی خان اگه راننده کاری کرده باشه با پای خودش تا اونجا میره، حتما فرار میکنه. مگه کسی از تو چیزی پرسید اسفار نظر میکنه؟ یا گم شو بینم، گم شو نهاد بیار اینجا، بیاد بینم چه غلطی داره میکنه. دریا؟ کار تمومه. خوبه. حقی زنگ زد، اونم با عجله رفت. منو ول کرد، طوری رفت که انگار دیگه بر نمی گرده. چطور بدونی که بسته رو مهر موم کنی فرستادی بره؟ الان از کجا بفهمی کی پولمونو دزدیده؟ من خوب میدونم کی دزدیده حقیقان. ایگیت. ایگیت پولو برداشته. آره، کار اون جلسه رو انداختی گردن ایگیت. اما بعدش جاسوس آدم خودت عذاب در اومد. به حساب خودش داره ازم انتقام میگیره. مدرکم برای اثباتش داری؟ نه. هیچ مدرکم برای اثباتش نداری. ولی پولا رو بدونین که مهرمون کنه میفرستی، 6 میلیون به فنا رفت، خودت جبرانش میکنی، فهمیدی؟ ضرر رو من جبران میکنم، مشکلی نیست. اما اجازه بدین تحقیق کنم. همه باید بفهمن دزدیدن این پولا کار کی بوده. آره، برو تحقیق کن. تا عالم آدم بفهمن پولمون رو دزدیدن. پسر تو واقعا کمر بستی که ما رو سکه یه پول کنی ها؟ کل دنیا میفهمه کی پولمون از چنگمون درآورده. این دومین اشتباه تو بود. اگه این دو بشه 3، با یه میخ از وسط پیشونی تو رو دیوار آویزونت میکنم. من مطمئنم که این حقی حتما تا حالا پدر اون نهادو درآورده، به سیخ کشیدتش. آخیش بدون این که مشکلی پیش بیاد تمام شد. هنوز هیچی تمام نشده. اون نهاد بیشرف و ذره ذره نابود میکنم. این تازه شروع کاره. بگذاریم، من باید برم دنبال مادرم. یعنی چی؟ نهادو تا مرز نابودی کشوندیم پسر، اون وقت تو الان میخوای بری همینطوری تو شهر بگردی؟ انگار نه انگار که چیزی شده. ببینین چی میگم، اتفاقا الان باید طوری رفتار کنیم که انگار نه انگار چیزی شده. نباید جلب توجه کنیم. برای همین شما هم باید خیلی عادی به زندگیتون ادامه بدین، فهمیدین؟
در ضمن فراموش نکنین امشب واسه مغازه کبرا و گودبای پارتی امیر میخوایم یه شامی چیزی دور هم بخوریم. میایین دیگه ها؟ خیلی خوب. پس یه شیرینی چیزی بیارین. نهاد خان، برادرش اومدن. باید ایگیت کلیچو بکشین. ما بقیه پول بعد از تمام شدن کار. با اجازه. بفرمایید ببینید جناب دادستان، قبل از شام ببینید چی میخواییم میل کنی. چقدر حس خوبیه اینطوری صدات کنه جناب دادستان. ای بابا اینطوری نمیشه که من نشستم و شما کارا رو کردین. دستتون درد نکنه، میز واقعا عالی شده. دستتون درد نکنه، مرسی سلیم. وای اینجا رو ببینین چه خبره. بله دیگه گل. الیف خوابیده؟ دریا داری میخوابونتش. رسینه کجا مونده؟ مردم از گرسنگی. خانما یه چیزی بگم، این قرمزا رو میبینین؟ اینا مخصوص شماستا. گفته باشم پسر، منم میخواستم قرمز بخورم. مگه نشنیدی میگه برای خانوما؟ تو آبیشو ردیف کردم داداش. میخوای؟ چرت نگو. نگو دیگه قرمز یا آبی، کدومو میخوای؟ اومده. خیلی دلم تنگ شده بود به خدا. این فامیلمون چرا خونه نیست؟ کجا رفته؟ الان پیداش میشه ماما. وای پسرم، قربونت برم پسر قشنگم. خیلی دلم برای تنگ شده. ای قربونت برم الهی. آخ عزیزم بیا ببینم چقدر دلم براتون تنگ شده بود. آخ عزیزای من قربونتون برم. خب دیگه مامان برو تو. الیف منتظرت هست. پسرای گلم دیگونه شدی؟ معلومه که هست. بیا 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 زود باش، هنوز باید کمک کنی. من چیزی جا نذارین. آه دیدی باز جانمو جا گذاشتم. اگیت تو خوبی؟ آره تو خوبی؟ خاله! خاله زلیخا! خاله زلیخا! مامان! مامان جونه! بلم کنیم! مامان جونه! مامان هیچی نیست! مامان جونه! مامان جونه! مامان خبر کنیم! هیچی نیست! مامان خوب میشی مامان! خوب میشی مامان! خوب میشی مامان! مامان خبر کنیم! هیچی نیست مامان! مامان خبر کنیم! خاله زلیخا! مامان! فشار بده! زود باش! زود باش! سریع امره آمبولانس خبر کنین، زود باشین. کمک چی شده مامان؟ کی به شلیک کرد؟ چی شده مامان؟ آمبولانس خبر کن، زود باشین. مامان زلیخا بیاید کمک کنین. مامان جونم چشماتو باز کن. مامان چشماتو باز کن. مامان Ah!
نکن نکن داداش نکن اینجوری نکن کارو با خودت نکن بگی تو رو خدا هنوز ازشون خبری نیست؟ نه ولی تا حالا باید کار تموم شده باشه. برادرت میگه هدفشون تو بودی؟ نمیدونم. کسی هست که بهش شک داشته باشی یا باهات دشمنی داشته باشه؟ نه. بسیار خوب. آمبولانس میتونی بری. فهمیدم. نهاد خان یه اتفاقی افتاده. مبادا به من بگی ایگیت زنده است. مادرش خودشو انداخته وسط تیر خورده. بچه هم فرار کردن. تو چی داری میگی؟ مادرش؟ ای بیارزه های دست و پا چلفتی. یعنی کسایی که اونقدر ازشون تعریف میکردی نتونستن از دو متری یه نفر رو بکشن؟ همه یادم ها رو جمع میکنی، میری میگردی اون دو نفر از زیر سنگم که شده پیدا میکنی و تا وقتی نکشتیشون هم جلوی چشم سبز نمیشی. شیر فهم شد؟ فهمیدم نهاد خان. گم شو برو. وقتی گیر افتاده بود باید این مردک رو میکشتم. الان جره ثقیل میاد و ماشین رو بر میداره. اگه وسایل شخصی تو ماشین داریم بر باشه. آخرین قمتون باشه. باشه ممنونم. بگید میگم داداش ما گلو میرسونیم خونه. ما اول صبح برای خاک سپاری میه. کاری داشتی زنگ بزن بریم. من نمیدونم چی بگم. غم آخرت باشه.
اینجوری دلش کنی. اینو بده به من. حق نداری دسته کثیف تو به یادگاری مادرم بزنی. مامان این شالشو خیلی دوست داشت. کاش اینو براش نمیخریدی، حداقل زنده بود. نظر چیه یید؟ اونطوری بهتر نبود؟ امیر، من ببین، تو حق نداری ناراحت باشی. تو خطاکاری. مادرم به خاطر زندگی که تو انتخاب کردی مرد. امیر، ما دیگه تنهای تنهاییم. تو برادر منی. من برادر تو نیستم. من دشمن تو میگید، فهمیدی؟ من دشمن تو هم. همراه مادرم برادرم مرد. دیگه هورت از اینجا گم کن. اینا دیگه حسابی از هم پاشیدن. این بیچارا بعد از مرگ پدرشون تازه خودشونو جمع و جور کرده بودن. آی خاله نریمان، بعد از مرگ پدرشون به همدیگه گره خورده بودن. حالا هم مادرشون از دست دادن، هم همدیگه رو. زلیخا خانم، خوش شانس بودی خیلی. معلومه چی داری میگی مامان؟ خاله زلیخا مرد. نگران نباش دخترم، خودشم ترجیح میداد به جای بچهاش خودش زودتر بمیره. حق با توی خاله نریمان. آهای خدا خدا، اولین باری که آبجی زلیخا پاشو گذاشت و محله رو یادم میاد. ای بابا، چطوری مثل صاحب کل محل رفتار میکنی؟ تشییع جنازه و خاک سواری که تموم بشه ما هم دیگه جمع میکنیم میریم. یعنی به این زودی میخوایم بریم؟ آره، یه خونه پیدا کردیم. البته اگه بشه بهش گفت خونه، خیلی کلنگیه، دیواراش داره میریزه. چی کار میشه کرد آخه؟ مجبوریم یه مدتی سر کنیم دیگه. من دیگه برم خونه، امیرو تنها نذارم بهتره. باشه دخترم، برو. آی کبرا، ببین من غذا مزه درست میکنم، تو دیگه زحمت نکش دخترم. باشه؟ باشه، منم باهات میام، شاید بتونم کمکی بکنم. باشه بریم. زنگ بزن. باشه. سیبل بشین دخترم، بشین. اوه خدا، کار خوبی کردی نرفتی دخترم. چه میدونم یه وقت میبینی ایگید بر میگرده خونه، به خاطر تو مشکلی چیزی پیش میاد، اونام خیلی ناراحت. میدونم مامان، میدونم، منم برای همون نرفتم. فهمیدم،
خبر جدیدی گرفتی از من اطلاع بده. چی شده پسر؟ این موقع شب با کی داری اینقدر ورور میکنی؟ قربان، به ایگیت خان جلوی خونش تیر اندازی شده. چی داره میگی پسر؟ این کسی هم طورش شده؟ ایگیت خان خوبه ولی مادرش فوت شده. نه ایداد بیداد. خب معلوم شد که این کارو کرده. نه قربان، دو نفر بودن که فرار کردن. بچه ها دارن بررسی میکنن. ببین منو، بگو همه جا رو خوب بگردن. هر کی که هست باید فوری پیداش کنن تا به همه دنیا نشون بدیم که عواقب اسلحه کشیدن و تیراندازی به بچهای ما چیه. میگم حقی خان، اگه یه وقت این جریانم زیر سر نهاد خان باشه چی؟ احتمالانم زیر سرونه. فقط خدا رحم کنه که ایگی جنی نشه با اسلحه بره سراغش، وگرنه قیامت بزرگی به وا میشه. فوری بگو ماشین آماده کن. چشم قربان. ابله. امیر، از وقتی که یادم میاد مادرم میخواست بیاد اینجا استانبول، این خونه، برای اینکه خوشبخت‌تر بشه، برای اینکه قوی‌تر بشه. برای اینکه یه خانواده بزرگتر داشته باشه. از دست دادن مادر خیلی سخته. من اینو خیلی خوب میدونم. اما سرنوشته، این سرنوشته، این چه جور سرنوشتیه؟ فکر میکنی مادر من عجلش اومده بود؟ مادر من به خاطر ایگیت مرد. این کجای سرنوشته؟ یکم قبل به مادرم تیراندازی کردن، این سرنوشته؟ اگه ایگیت قدرت انتخاب داشت ترجیح میداد خودش به جای خاله زلیخا بمیره. الان ایگیت مرد؟ اصلا این چی عوض میکنه؟ ایگید قبول کرد که خانوادش رو تو خطر بندازه. به هر حال این ایگید بود که قبول کرد یکی از اعضای خانوادش بمیره. من بهش هشدار دادم، گفتم اون بی‌شرفا رو از خانوادمون دور نگه دار. سر پدرم اینو تجربه کرده بودیم. اون موقع دشمن غریبه بود. دشمن پدر من بود. ولی الان نمیتونی اینقدر سخت به جریان نگاه کنی. کسیو که مقصر میدونی برادرته. دقیقا بعدیش همینه. اینو بگیر دخترم. خوش اومدین. سلامت باشی حقی خان. ببخشید جا خوردم، منتظر اومدنتون نبودم. ناد، تو دستور این کارو دادی؟ از تیراندازی به ایگیت حرف میزنی؟ من هیچ ارتباطی ندارم. اگه من این کارو کرده بودم ایگیت الان زنده نبود. بفرمایین بشینین. خب اگه اینطوره فردا با هم به خاک سپاری میریم. حقی خان، ایگیت یه مدت عزاداره، جالب نیست منو اونجا ببینه. میدونین که
هنوز از دلخوری قبلیمون خیلی نگذشته. یه وقت سر خاک مشکلی پیش میاد. باید فردا بیای اینجا تا به همه نشون بدی چیزی برای پنهون کردن نداری. تک تک آدمایی که اونجا جمع میشن باید بفهمن تو هیچ خصومتی با ایگید نداری، وگرنه همه بهت مشکوک میشن، همه از جمله من. به این که دیگران بهم شک کنن عادت ندارم. فردا حتما تو مراسم شرکت میکنم. باشه، پس فردا اونجا میبینمت. میموندین یه قهوه میخوردین؟ نمیخوام، فردا صبح بیا دنبالم. شبتون خوش. ایلان، هنوز از اون بیارزه ها خبری نیست؟ تیراندازا غیبشون زده. حالا که فهمیدن میخوایم سرشونو بکنیم زیر آب گم و گور شدن. اگه نتونیم دوتا تیراندازا پیدا کنیم بهتر این کارو ول کنیم ایلان. حالا که به این روز افتادیم دیگه ما رو تو این دنیا زنده نمیذارن. زیر هر سنگو میگردیم نهاد خان. تو هر سوراخی هم رفته باشن پیداشون میکنیم، نگران نباشین. خوبه، باشه. بگو برام یه قهوه درست کنن. تو تشییع جنازه مادرشون هم نمیخوان تو روی همدیگه نگاه کنن؟ نمیدونم امیر ایگیتو میتونه ببخشه یا نه. دوتا برادر حسابی با همدیگه کارد و پنیر شدن. خیلی متاسفم امیر، تسلیت میگم. خیلی ممنونم. به چیزی احتیاج داری؟ نه ممنون. من میرم حرف بزنم، اینجوری نمیشه. حرف زدن فایده ای نداره. میدونم هم دردت هم خشمت خیلی بزرگه، اما ایگیت برادرته. حتی تو تشییع جنازه مادرتونم نمیخواین تو روی همدیگه نگاه کنین؟
اینجوری مادرت هم راضی نیست امیر. بازم تسلیت میگم اگید. ممنون حقی خان. نگاه کن کیا اومده میشه. کسی که با قاتل این مادرم دست میده برادر من نیست. همه ی آدمامو خبردار کردم. حتما کسایی که به تیراندازی کردن رو پیدا میکنیم. غم آخرت باشه. شما زحمت نکش، خودم به خدمت کسایی که تیراندازی کردن و کسایی که بهشون دستور دادن میرسم.